Knock, knock. Who's there? Your nightmare. درود به همگی گایز، به چنل بوریا پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از عشق بوده داشته باشید. همونجور که میدونیم فردا اولین روز مدرسه هست. مدرسه ها باز شده، بدبختی آغاز شده. من خیلی خوشحالم که دوران مدرسه هم تموم شده و اینکه چون یکی از سخت‌ترین دوران برای من بود، اصلا تبلیغ غلط نمی‌کنم، درس چیزی که لازم دارید، یعنی اگه پدر مادر پولداری ندارید باید درس بخونید تا به بهترین جاها برسید. به هر حال تابستون با همه خوشی‌هاش یا بدی‌هاش یا خوبی‌هاش یا اتفاقات بدش یا اتفاقات خوبش یا سفراش داره تموم میشه و همه باید اینو قبول کنیم. بهتره که با انرژی خوب صبح باشید برید مدرسه تا اینکه هی ناراحت بشید و برید. امروز قراره کلی ویدیو مدرسه‌ای ببینیم، مشکلات مدرسه ایران و ویدیوهای مدرسه ایران. بریم همین ویدیو رو ببینیم. لایک کامنت سابتون اگه دوست داشتید، اگر دوست نشید فضای چشمان زیبارتان. Let's go. ایدی جون تو هم میری مدرسه؟ نه پوریا جان نمیرم مدرسه. بعد پوریا پوتک قیافی چیه دوباره به هم زدی؟ زاویه فکر نگاه کن شبیه اون شاه توی شرک شده بچه ها. ببخشید خدای من جلو خندم رو نمیتونم بگیرم. پوریا پوتک زوزنقه ای. وای حاجی، منظورش فرم مدرسه است. خیلی بد شکله. نگاه چقدر این روسری بلنده. من لباسی یعنی اصلا فرمای مدرسه ایرانی افتضاحه. نگاه کن غم بچه رو گرفت. حالا همین مدرسه خارجی شو ببینید پشماتون میریزه. خدا من اینو نمیشم عزیزم مجبوری دیگه. خیلی بد شکله. Come on, turn the radio on. کمدون پرتلا پل پل می آن. واقعا از این مدارس دختر نفسن می آن. We ostracize and whoever did that. کی بود آقا؟ بیاین حدس بزنیم کیه. میگه خنده دار نیست. کی بود؟ آقا من میگم سیاه‌پوست است. Alright, just because classes are online does not mean I will tolerate prank. میگه فقط چون که کلاس آنلاینه دلیل بر نمیشه که من میتونم تحمل کنم. Mrs. Baxter, you had us all on mute. That's enough of your joke. فهمیدی چی شد؟ خود معلمه بود. بذار دوباره گوزو ببینیم. ببین دوره کی سبز میشه. وای حاجی پشمام خودش بود. You had us all on mute. Miss Baxter, we could all see plain as day that we all had our mute icon. You were the only one with the sound on. So why? Fine. You guys may have pulled this one over on me this time. Miss Baxter, your boss literally turns green every time you make a sound. So we know that it's you that has the bubble gum. وای حاجی ولش هم نمی‌کردن. یعنی زنه میگفتش باشه بگید منم، مثلا دانش آموزا نمیادن باش کنار بیان، ولی خودش بود، خودش گوزید. بچه‌م رفته مدرسه. بله. بله. مدارس الان واقعا مثل قبل نیست که، این خیلی خوبه. یعنی نمیخوام بگم دوران ما خیلی بدتر بود. ما رو میزنن دوران دارن به بچه حرف بزنن. یه ذره آزادی ها بیشتره که خیلی بهتره، اصلا هم چیز بدی نیست. بچه من آره برسن خیلی باز نمیشه. بله دیگه بچه این دلیلشونه، ببخشید. بعد این پف داره میخوابه دوباره عادی میشه. چند بار قبلا زده بودم دیده بودید، میدونم خیلی عصبی میشم میگن چرا زدی، خیلی هم میگن بهت میاد، ولی این پف داره میخوابه. دهنم یعنی وای حاجی قبل اصلا ببین چقدر معلم زیبا، چه دانش آموزا زیبا. پیکان گاو رو ببین. وایسا وایسا اون پیکان اون موقع تای ماشین بودا، قشنگ رنگ پرتقالیشو انداخته تو، داره به معلم هیزی میکنه، یه چراغ زد به معلم. چقدر جذاب، چه دانش آموزا، یعنی ریدن تو اون روزا. یه سری از عادی ترین مسائل ما رو اومدن خراب کردن که همه زشت به نظر بیاد. حالا همه خوشگله، ولی یه کاری میگم همه زشت مثل دقیقاً مثل ابو فرمی که اول ویدیو بوشید. دیس به مدرسه. این حرف همه دانش آموزاست. تو درس و مشق 12 سالت میره با رنج و درد بهت یاد میدم
قبول ندارم. دو سال سربازی قبول دارم ولی دعوا همه یه دنیا داره دیگه. باید یه برده باشی، فقط میگن بدبختی و هر جمعه احسوبا باید پاشی همه شخاب با سر رو درس بخونی تا بشه درسات پاس. تو سردترین روزا میگن صفای سو دیر بیا یه ساعت میکنن پاس خوش بچه ها معلم اومده پاشید سر پا برو بابا نه تو شاین اما سر باز. شرمندم اگه رو شدم بد فاز ولی اینو گوش کنی تو میریزه بد چقدر اذیت کردن سر کارنامه. حالا این حرفا براتون مثل کارماه. اینو نبین تو چون برات کار داره کجا میری انو میتون کلی کار داره. تنها چیزی که تو کلاس میره وقتته یا امتحانایی که همش رو مغزته. ببینید خیلی جاشو داره فکت میگه ولی حالا نمیخوام دیگه ولش کنم پدر بزرگش ولی راست میگه واقعا مدرسه دوران بچه حرفم بزنی تنبیه و خط کشه همه با هم هشتگ نه به مدرسه. وای آقا گوش نکنی تیک آخر نه بعد ولی واقعا مدرسه رفتن انگیزه میخواد که مثلا اینجا تو من اوکی میرفتم دانشگاه همین چیزا برام سر میاد انقدر انگیزه هستی بابا چش بابیو بولم. مدرسه ما واقعا یه جوری 8 صبح اصلا اونجا صف وای نمیسادی 8 صبح صف عجل و نظام رهبر چی تخمم مام لاکچری ها پرنسس ها شاخا اونایی که به دریا حکم طوفان میزنن اونایی که استوری میذاشتن آقایم لاکچریه همتون آماده بشین که قضا آقا مدرسه ها داره باز میشه. الان فصل جلد کردن کتاباتونو خریدن لوازم تحریر و در آوردن پرسینگای که جوکولتونه. خیلی دیدم تو اینستا اینجوری تیکه میندازن اینکه یه بلاگر بودش ویدیوش هم به فان داشت ولی شما که در میری مدرسه مثلا باید گوشواره تو در بیاری پرسینگ در میاری چیز طبیعیه یعنی با یه سری تیکا نه با سر وای من اینو توی یکی از جمله سنگینه و قدیم گفته بودم مدیرای مدرسه دخترونه نباید نگران ناخنای بلند باشن باید نگران ناخنای کوتاه باشن که یک عکس خیلی وایرال که الان ادی زمیر زمانو سرچ میکنه بده میکنه لیدی گاگا داره که دستش اینجوری میکنه تو جمع که این دوتا ناخوناش بلنده و این دوتا ناخونا نداره. بعدی تفاوت مدرسه رفتن دختره و پسراست مطمئنم اوندن هاش دخترها این کارو کنن صبح دخترها تایید میکنید این همه یعنی به خودتون میرسه مگه میری عروسی ولی واقعا دیدم میرن سر کار 6 صبح اصلا 8 و داره 6 صبح باید باشه تازه داره فکر میکنه پاشه یا نه ولی هاشی راستیه خیلی تمیزه دختره نم کلا زندگی سمت راست به نظر من سرحال‌تر میرسه. اوه مامان بابات کجا نشخم دوران مدرسه دیگه هیچ کاری نشد دست صورت شستم اسفاک زد ولی واقعا من دوران مدرسه همون شد واقعا میگم ولی من یه اخلاق خوبی که داشتم من هر روز صبح شبانم ولی صبح ها همیشه مسواک میزنم اصلا اگه مسواک نزنم دهنم باز نمیشه شده مثلا یه روزم نزنم ولی مثلا یا باید یه تیکه شیرینی بخورم یا مسواک حتما باید بزنم صورتم باید بشورم چون سردرد میگیرم ولی واقعا تمام دوران مدرسه من همون چپیه بود هر کی تیکه اون بخوره امتحان میگیرم استاد وای استاد چی شد؟ تکون نخوردن واقعا چون نامردانش در چاهسار گوش میپیچید گاه چشم او به رش افتاد اما با دقیقا درس های اجتماعی و تاریخ و دینی من همینجوری با هزارش جاود خوب خوابیده است آخه واقعا خسته کنند است این چه بزید است؟ هزاران یادبود خوب را در خواب میده همه خواب بودن ولی واقعا یه سری درس ها از مدارس هست شه یه سری درس های مهم باید اضافه شه مثل نحوه فکر کردن پول یه بار گفتم کردیت کارت اقتصاد دونستن رابطه جنسی خیلی چیزا باید آموزش داده شه که آموزش داده نمیشه ولی سری چیزا چرت و میای یاد وای متنفرم یه چند روز دیگه قراره با این صدا بلند شه من هر روز با این صدا بلند شه بچه‌مو یارم مدرسه گفتم از الان بهش عادت بکن باشو باشو برو مدرسه خوشو من میرم بخواب برو ولی بچه موفق ترین آدم ها اونایی که لایف استایل سالمی دارن یعنی هفت صبح میشن و واقعا ده شب میخوام برای شوخی روز آخر دبیرستان جلوی خونه مدیرمون که همیشه به دیر رسیدنمون گیر میداد خوابیدیم چه آیدیایی این کار تو ایران کن همه اخراج کردن Good morning! Good morning!
چقدر با جنبه است. به خدا این کار تو ایران کنی همه اخراجی. نه مردی صبح بخیر عزیز. وای چه سیکشم میاد به مدیرا. من داره رحمان رحیم دوستا سلام. من در فضای مجازی حدودا یه چند ماهی هست که شاهدیت ولی دوران مدرسه رسیده. الانم اومدم جلوی دوربین برای خدافزی. از دوران خوش رو هم گذروندیم و دیگه میدونید لباسام رو اوتو کنم لازم تحریف خرم چی کمش کتاب برم اینم شوخیه بچه ها. خیلی دوران خوبی بود ولی من میام خوبی بدیدید خلاب بکنید. خیلی دوستتون دارم بچه محسن نیگاه همیشه عاشق شما. ایده این شوخی بود؟ نمیدونم والا احتمالا شوخی بود دیگه. عجیب بود هرچی بود. خب آزمون چجور دادی؟ خیلی عالی بود. آزمون خوبی بود. خدا رو شاکرم که یه پله به موفقیت هم نزدیک شدم. یه آزمون داده یه پله رازی شده. درسته یه مانه کوچیکی بود سفید دادم چیزی جواب ندادم. خب گایز دم همتون گرم دوستتون دارم یه دنیا. واسه اونه که قرار تو کامنت بگم بابا دین چی کاری کردی دو سه روز اینجوری میمونه یعنی بعد درست میشه واقعا حتی نمیتونم بخندم یه جای خندم میگرفت دهنم باز نمیشه. دوستتون دارم بچه های دو سه روز اینجوری میمونه واسه ویدیوها هستش. عشق من لایک کامنت سابتون رو اگه دوست داشتید اگرم دوست نشید فدای چشمان زیباتون جاتون تو قلب من. آدم ها رو سیگار و الکل نمی کشه. 12 ساعت کار، درآمد پایین، وام، بدهی، فکر، استرس و پناه نداشتن می کشه. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای. Ha 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 ha.